بحث امروز ما هم دوستا مدیریت پروژه هست. پیش از یک مدیریت پروژه رو ما آغاز بکنم بخیر، بحثش بسیار علمی، تکنیکی و اساسی هست. شما نیاز دارین دوستا که یک سری به تاریخچه مدیریت پروژه به ویدیو قبلی بزنین، که تاریخ مدیریت پروژه رو ما به صورت بسیار فشرده از زیاد عمیق نه، چون تاریخ مدیریت پروژه بسیار زیاد هست، لازم نبودن که ما در این ویدیوها خدمت شما عرض بکنیم. شما میتونید از رفرنس هایی که در کتاب های متعدد وجود دارد از اینها چیکنه استفاده بکنین تا فهم شما نسبت به آغاز تاریخی مدیریت پروژه برای شما واضح شود. و ما مهمترین عنصری که در جلسه بعدی قبلی ما صحبت کردیم روی نظریه هنری گام بود که بار چهار تا اختراع کردن که برای مدیریت پروژه خیلی سهولت آوردن، که تا هنوز در ساختارهای مدیریتی از چی میشه استفاده میشه. یکی مؤسسه بین‌المللی مدیریت پروژه بودن که استانداردها را برای توسعه مدیریت پروژه چی کردن آغاز کردن، که اینها مقدمه شدن دوستا برای چی مدیریت پروژه است. حالا شاید شما سوال پیش شما خلق شده باشن که استاد شما صحبت های نسبت به تاریخ نسبت به مفاهیم انجام دادین، بیاین که اکثر بزنیم به خود مدیریت پروژه که واقعا ما با چی دانش و مهارت نیاز داریم تا مدیریت پروژه رو به صورت حرفه‌ای بیاموزیم، که این بس امروز هست، ویدیوی امروز هست. دوستا ما یک سلاید روی سلاید میرم، میگم مدیریت پروژه عبارت از بکارگیری دانش، مهارت ها، ابزار ها و تکنیک های لازم در اجرای فعالیت ها جهت رسیدن به اهداف پروژه است. دوستا وقتی که ما مدیریت پروژه میگیم که مجموعه از دانش است، یعنی شما باید دانش وسیع از چی؟ از مدیریت پروژه داشته باشید. زمانی که شما دانش نداشته باشید شما نمیتونید که یک پروژه را به صورت حرفه‌ای تکمیل بکنید. دو، مهارت های لازم مدیریت پروژه را باید با خود حمل بکنید. یک زمان هست که شما دانش دارین مهارت ندارین، ای باز چی میشه؟ دوچار چالش میشه. شما کوشش بکنین به خاطر که مدیریت پروژه را بیشتر بفهمین، به عنوان یک مدیر پروژه خوب فعالیت بکنین، باید دانش، مهارت، ابزارها و تکنیک های لازمه در جهت بهبود یا رسیدن به هدف پروژه چی کنین یاد بگیرین. و این باعث میشه که انتظار ذی‌نفعان یا کسانی که از پروژه توقع دارن این توقع رو شما چی کنین؟ برآورده بکنین. پس به صورت تخصصی اگه گپ بزنیم، مدیریت پروژه عبارت از بکارگیری دانش، مهارت، تکنیک ها و ابزارهای لازم که شما داشته باشین تا بتونین به هدف پروژه چی شوین؟ نزدیک شوین. این را میگه هنر مدیریت پروژه، این را مدیریت پروژه میگه. دوستا اگر شما این مفهوم را به صورت علمی و اکادمیک دنبال نکنید، ما و شما نمیتونیم به عنوان یک مدیر پروژه یا در سطح مدیریت پروژه قرار بگیریم، کارهای لازم و استراتژی که چی کنیم انجام بدیم. از این لحاظ هست که در خیلی از بحث های اکادمیک هم ما معمولا روی دانش، مهارت، تکنیک و ابزار خلاقیت در مدیریت پروژه کار میکنیم. ممکنه شما خلاقیت را در اولویت کار خود قرار ندین، ولیکن در وقتی که شما پروژه را تحقق میتین روش کار میکنین، شما نیاز دارین که خلاق باشین، یک آدم خلاق هوشمند باشین تا بتونین که چی کنین پروژه را به صورت درستش تکمیل بکنین، تا کسانی که از پروژه انتظار دارن یا ذی‌نفعان هستن اینها منافع لازم از پروژه ببرن. خب ما یک سایکل داریم دوستا، یک دایره داریم. در قالب دایره ما چی میگیم؟ اولین چیز دانش تخصصی پروژه است. دوستان پیش از اینکه شما پروژه را آغاز بکنین باید یک فهم عمیق، یک دانش عمیق از پروژه داشته باشین. اگر شما دانش عمیق نداشته باشین، به یقین ما گفتم میتونیم که شما پروژه را به صورت درستش تکمیل نمیتونید، یا شما یک فرد مسلکی و متخصص در مدیریت پروژه نیست. نقطه بعدی، مدیریت عمومی رو باید بفهمید، چون یک مدیریت پروژه است، یک مدیریت عمومی. شما یک از یک لحاظ باید سایکل مدیریت عمومی رو بفهمید که کارمندان خود را، افرادی که زیر دست شما کار میکنند، بودجه خود، زمان، به فرض مثال منابعی که وجود داره، شما چه قسم از اونها استفاده میکنید و مدیریت میکنید. و مدیریت هم این است که با کمترین منبع شما بیشترین کار را چیکارین انجام بدین. این تکنیک مدیریت است. شما در اینجا اصول و مفاهیم مدیریت پروژه را باید هم بفهمیم که چی اصول در مفاهیم و مدیریت پروژه چیست وجود داره. ما اینجا آمدیم دانش تخصصی آمد، مدیریت عمومی را فهمیدیم، اصول و مفاهیم مدیریت پروژه را به صورت علمی و تکنیکی فهمیدیم، ابزارهای کنترل پروژه را هم چی کنیم باید بفهمیم تا مدیریت پروژه به عنوان یک فهم عمیق در ذهن ما چی بگیرن؟ جا بگیرن. خب دوستا به صورت خلاصه بیان میکنم، مدیریت پروژه از بکارگیری دانش، مهارت، تکنیک های لازم برای رسیدن به هدف پروژه است. خاصتا شما اگه بخواین که در سطح مدیریت پروژه بدرخشید، موفق باشین، دانش تخصصی پروژه رو
داشته باشین، مدیریت عمومی رو بفهمین، اصول و مفاهیم مدیریت پروژه رو با تکنیک های لازمش بدانید، ابزارهای کنترل پروژه رو که چه قسم شما کنترل تفتیش میکنین پروژه، این بسیار یک اصل است. اگر شما ابزارهای کنترل پروژه را با تکنیک های تفتیشی یا کیفیتی یا کنترلی نفهمید، پروژه از لحاظ کیفی بررسی نمیشه. ما در اینجا میگیم که مدیریت پروژه تنهایی نیست که شما یک کار صفر آغاز میکنین ها میرین به ختم. شما در این مقطع زمانی نیاز به چی دارین؟ نیاز به این دارین که در هر مرحله شما از لحاظ کیفی پروژه را چی میکنین؟ بررسی میکنین. تیم کیفی شما در مدیریت پروژه نقش کلیدی و استراتژیک به خاطر تحقق پروژه ها و کارهای پروژه چی میکنه؟ ایفا میکنه. درست است دوستان؟ برای اجرای هر پروژه مجموعه فرآیند های مختلفی صورت میگیره. یعنی فرآیند وقتی ما میگیم یک پروسس لازم صورت میگیرد، یک فرآیند شامل مجموعه فعالیت هایی است که مجبوراً ما برای حصول پروژه چی کنیم؟ انجام بدیم. یعنی یک پروسه هستن که هر این پروسه از خود فعالیت هایی دارن که برای رسیدن به او ما به نیاز و بعضی فعالیت هایی داریم که اونها رو باید انجام بدیم تا ساختارها رو به دست بیاریم. این فرآیندها توسط مجریان پروژه چی میشن؟ انجام میشن. دوستان ما یک هدف کلی داریم یا یک پلان کلی داریم. ما اگر بگیم استراتژیک پلان فور پروژه است، پروژه یک پروژه پلان استراتژیک دارد، بعد ما نیاز داریم که اکشن پلان های خود را چی کنیم؟ آماده بسازیم از نقطه A به B، B to C تا ما کارها رو به صورت حرفه‌ای و اصولی چی کنیم؟ تکمیل بکنیم. پس ما به اینجا به یک نقطه بسیار اساسی میرسیم. ما مجموعه فعالیت ها را به خاطر رسیدن به هدف چی میکنیم؟ مورد نظر قرار میدیم تا این فعالیت ها باعث شوند تا هدف پروژه رو ما به صورت درست چی کنیم؟ به دست بیاریم. و در قسمت فعالیت ها شما دانش هر فعالیت باید داشته باشین، مهارتش داشته باشین. اگر که شما ندارین باید افراد متخصص چه استخدام شه و افراد متخصص باعث میشه که شما کارهایش رو به صورت درست و موفقانه چی کنین؟ تکمیل بکنین. و اهمیت مدیریت پروژه چیست دوستان؟ ما مدیریت پروژه تعریف کردیم که عبارت است به کارگری، دانش، مهارت، تکنیک و ابزار لازم برای رسیدن به هدف پروژه است. این مدیریت پروژه میگه. گفتیم که دانش مدیریت پروژه رو بفهمین، مدیریت عمومی رو بفهمین، ابزارها و تکنیک ها رو بفهمین تا مدیریت پروژه رو چیکنین؟ درست‌تر عملی بکنین. حالا شما باید بفهمین که اهمیت مدیریت پروژه در کجا هست. خب از تعریفش اومدیم، حالا میایم که میگیم اهمیت مدیریت پروژه کجاست. مدیریت پروژه در عموم از اهمیت خاص برخوردار، خصوصا مدیریت پروژه های تکنولوژیکی و معلوماتی در تمام کشورهای جهان جز سخت ترین نوع مدیریت است. دوستان ممکن است ما مدیریتی در سطح ساختمانی داشته باشیم، در سطح اقتصادی داشته باشیم، در سطح به فرض مثال کارهای هنری، کارهای فرهنگی داشته باشیم، اما سخت ترین نوع مدیریت مدیریت پروژه های چیست؟ مدیریت پروژه های تکنولوژیکی است که امروز در جهان یکی از چالش برانگیزترین مفاهیم در دنیا چه شدن؟ ایجاد شدن. با اندکترین تغافل یا غفلت روی یک پروژه ممکن است ما با چالش های بسیار کلان مواجه شیم. ما پروژه را ممکن است کاملا دوباره بسازیم یا با مشکل مواجه میشیم، ریسک بپذیریم، یا بودجه ما بیش از حد مصرف میشه، یا پروژه درست موفق نمیشه، یا کار درست پروژه انجام داده نمیتونه. از این لحاظ هست که ما در برد تکنولوژیکی ما باید مدیریت پروژه را بسیار به صورت اساسی و تکنیکی پیش ببریم. اگر که ما این کار انجام نتیم ما نمیتونیم که پروژه های تکنولوژیکی را انجام بدیم. دوستا ببینین، یک زمان هست که شما یک سافت پروژه را به عنوان یک پروژه سافتیری میگیرین، کار میکنین روی پروژه، این پروژه را از مرحله اول آغاز میکنین به مرحله B. در مرحله B میرسین که یک سلسله کارهای لازمی که در سطح پروژه انجام میشد ناقص هست. حرکتی از نقطه B به نقطه A یک بودجه کلان لازم داره تا بیاین به نقطه A دوباره از صفر رو چی کنه؟ آغاز میکنه. یا به فرض مثال شما میخواین در تیم کودینگ هستین، میاین که ریکوارمنتی پروژه درست تعریف نشده است. وقتی در تیم کودینگ بیا روی ریکوارمنت کار بکنه، این یک چالش کلان در مدیریت پروژه چی میگیره؟ شکل میگیره. یا به فرض مثال شما در بودجه یا بجت منیجمنت شما دقت نمیکنین که چقدر بودجه برای تکمیل این پروژه شما چی دارین؟ لازم دارین. شما پروژه رو میگیرین، بودجهش درست سنجیده نمیشه، استیمیت نمیشه، تخمین زده نمیشه، اصولی روی هر عنصرشان ریز نمیشه، کار نمیشه، این مهارت ندارین. شما یک بودجه که برای پروژه لازم نیست یا کفایت نمیکنه شما رو میگیرین و بعد از اینکه در مرحله اجرایی میرسین میبینین که بودجه کفایت نمیکنه و شما دچار یک چالش خیلی کلان در پروژه های تکنولوژیکی میشین. یا ممکنه شما بودجه کافی است، زمان کم دارین، نمیتونه زمان خود مدیریت بکنین. زمان
ممکن است 3 ماه باشد، شما این پروژه را بعد در 4 ماه تکمیل میکنید. پس این یک خلای بسیار کلان بین آغاز پروژه و ختم پروژه و مشتری چی میگره؟ قرار میگره که شما در این لحاظ باید مدیریت پروژه را خوب بفهمین. از این لحاظ میگه اهمیت مدیریت پروژه در اینجا برجسته میشه که ریسک به وجود نبیاد، چالش به وجود نبیاد، بودجه درست مدیریت شود، تایمش درست مدیریت شود تا شما بتوانید کارها را به صورت درست و حرفه‌ای تکمیل بکنید. ای بود اهمیت. ممکن است دوستا ما منهایی که اهمیت پروژه روشان به صورت دقت بحث میکنیم، ما نیاز داریم که فعلا مدیر پروژه را بدانیم که مدیر پروژه کی هست. خب مدیریت پروژه را فهمیدین که دانش است، هنر است، تکنیک است و مهارت های لازم است که به هدف پروژه ما را نزدیک میکنه و اهمیتش هم فهمیدیم که اگر مدیریت پروژه نباشه ما پروژه را به صورت موفق‌آمیز تکمیل نمیتونیم. باید در پروژه های تکنولوژیکی ما مهارت های لازم از لحاظ دانش، فن، تکنیک و ابزارهای لازم بفهمیم که این هم یکی از اصول اساسی هست. و بعد اومدیم حالا متوجه میشیم که در اینجا یک عنصر اساسی که نقش کلیدی بازی میکنه به نام چیست؟ مدیریت پروژه است. مدیر پروژه است. مدیر کی هست؟ خب یک سوال پیش شما خلق میشه. استاد آمد روی اهمیت پروژه، مدیریت پروژه صحبت کرد، روی خود مدیریت پروژه صحبت کرد، حالا میگه مدیر پروژه کیست؟ کی می پروژه رو چی میکنه؟ کنترل میکنه، نقش بازی میکنه. خب در اینجا ما میتونیم که ایره به صورت واضح و روشن به شما بیان بکنیم. میگه که مدیر پروژه مسئولیت مدیریت پروژه رو داره. مدیر پروژه مسئولیت مدیریت پروژه را به خاطر حصول اهداف آن همراه با تیم پروژه به عهده دارد. مدیر پروژه مسئولیت مدیریت پروژه را به خاطر حصول به هدف پروژه همراه با تیمی که در پروژه کار میکنه مسئولیت دارد. یعنی فنکشن کارکرد یک مدیر هست که بتونه مسئولیت مدیریت پروژه را بگیره به خاطر حصول به هدف، از اینجا حرکت میکنه به هدف نزدیک میشه و به این هدف رسیدن نیاز به تیم داده، تیمی پروژه دارن که بتونه به نتیجه برسه و این مکلف است تا پروژه را با همکاری و تشریک مساعی تیم پروژه مدیریت نماید. یعنی افرادی که در تیم کار میکنند او مکلف است که بتونه این پروژه را به صورت درست چیکونه تکمیل بکنه. یعنی با استفاده از انرژی تیم، از افراد متخصص و کارا بتونه به طرف اهداف پروژه چشون نزدیک شون. پس به صورت خلاصه مدیر پروژه عبارت است به کارگری دانش، مهارت، ابزار و تکنیک مطابق به نیازهای پروژه در پیشبرد فعالیت‌های شامل در پروژه میباشند. یعنی مدیریت پروژه اینطور تعریف میشه، مدیر پروژه مسئولیت مدیریت پروژه را دارند با افراد زی دخل در پروژه که در تیم کار میکنه برای رسیدن به هدف پروژه. این دوستا مدیر پروژه هست. مدیر پروژه مسئولیت مدیریت پروژه را با تیمی که باش کار میکنه دارن. این میشه که مدیر پروژه ما تعریف بکنه. نقطه بعدی دوستا که ما روش بحث میکنیم جانب زی دخل در پروژه هست. یعنی چی کسایی در پروژه چستن زی دخل هستن؟ عبارت از اشخاص و سازمان هایی که در پروژه فعالیت هایی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم سهیم هست و یا منفعت میبرند. درست است یا علاقه مندی دارند که از پروژه باز پرسی شوند یا استفاده بکنند یا فعالیت های پروژه بالای آنها چی میکند؟ تأثیر میکند یا هم در نفع و در ضرر اثرگذار باشند. یعنی کسانی که در نفع و ضرر پروژه اثرگذاری دارند اینها چستن؟ جانب زی دخل هستند. به فرض مثال که ما اگر که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم افراد در پروژه داخل باشند ما میتونیم که جانب زی دخل در پروژه چی کنیم؟ تلقی بکنیم. جانب زی دخل شامل کاتگوری های مانند سهم گیرندگان، کارمندان است، مشتریان است، تمویل کنندگان است. یعنی که اینها هم تمویل میکنن، هم کارمندان هست، هم کسانی که در پروژه سهم دارن، اینها چیستن؟ این افراد هستن. و افراد ساکن در محل های اجرایی پروژه، استفاده کننده پروژه، مدیر پروژه و تیم پروژه، اینها افرادی هستن که در پروژه چیستن؟ زی دخل هستن. شما باید اینها رو به صورت دقیق بفهمید. مشتریان، سهم گیرندگان، کارمندان، مدیران، در واقع استفاده کنندگان پروژه، اینها افراد هستند که در پروژه زی دخل هستند. خب دوستان عزیز، ما تا جانب زی دخل پروژه را در این ویدیو روش بحث کردیم. ما به صورت خلاصه میریم یک مرور میکنیم تا بتونیم چیکنیم فهمو بیشتر شه. مدیریت پروژه روش بحث کردیم، دانش، مهارت و تکنیک های لازم به کار میبریم تا به هدف پروژه نزدیک شیم. بعد دوستا آمدیم اهمیت مدیریت پروژه از سطح تکنولوژی معرفی کردیم. بعد از اهمیت مدیریت پروژه ما آمدیم روی
مدیر پروژه صحبت کردیم که مدیر مدیریت پروژه را داشتن، بعد آمدیم روی جوانب ذی‌دخل در پروژه چی کردیم صحبت کردیم، افرادی که در پروژه ذی‌دخل هستند از کارمندان گرفته تا سهم‌گیرندگان تا مشتریان تا تمویل کنندگان پروژه تا خود مدیر پروژه، اینها افراد هستند که در پروژه انگیج هستند، وصل هست، اینها ازشان استفاده میکنند. خب دوستان عزیز، این خلاصه درس امروز بود. شما را تا درس بعدی به خداوند منان می سپارم. هر جایی که هستین در پناه خداوند باشین. خدا نگهدار شما.